اینجا که میبینید یک مکتب است زیر تعمیره، پیسنگش بلکه ده مکتب خود پس پشت است، ولی اونا کاملا خراب شده و خاکریزه کده. دیگه پیش از این هم میخواه یک دانه سنگ و سمیت مکتب بلده از این طفله ها مکتب جور کنه تا که اینا از اینجا درس حاصل کنه. خیرین عزیز، از هر جای اگر شما ویدیو را میبینید برای از اینا کمک، این لمبر اخلاصی صاحب دبلی ویدیو میا در اخلاصی صاحب تماس بگیرین و هر قدر کمک جمع شد انشالله تا که مکتبی از این برادرایی که در مناطق خاک افغان میشه. مولای صاحب نام خاک افغانه دیگه؟ بله بله بله، خاک افغان. ولو سوالی خاک افغان که این مکتب جور شد تا که طفلای افغانی عزیز ما و شما تعلیم حاصل کنند. بالکل زه الله پختنور نو غواړم اسلام سره کومک او همکاري کی سیار سم تجارت دی په خارج کې دی که په داخل کې دی، دغه مکتب به برکت نو سره کومک او همکاري کی. به نام و یاد خدای مهربان، دوستا سلام. قراره که درهای زندان در گوشه و کنار افغانستان و در خاک ایران و خاک افغان هم بسته شوه، چه قسمی که تصمیم مردم خوب خاک افغان است که دروازه های مکتب را برای نسل جدید این سرزمین باز بکنه. فرزندان دختر و پسر این دیار همانند سایر ولایات افغانستان درس بخوانه، انجینیر شوه، دکتر شوه، عضو مفید زابل و عضو مفید خاک ایران و افغانستان باشه. لذایه که مدیر صاحب یکی از فعالین اجتماعی، یکی از عزیزانی هست که مدیر صاحب حسن در بخش راه‌اندازی مکتب خاک افغان، مرکز ولسوالی خاک افغان بسیار تلاش های زیادی کرده. ما یک بار قبل اینجا آمده بودیم، جمع زیادی از مهمان ها آمده بود، ویدیو داشتیم خدمت شما خوبان، یک عده دوستا کمک های خیر خود را روان کردن. دیگه تشکر منیم از دوستایی که تا این دم کمک کرده از طریق جناب آقای سفری صاحب. و پیش از اینکه ما کمک های امروزه را برای مکتب ولسوالی خاک افغان تسلیم کنم، از مدیر صاحب میشنویم. مدیر صاحب، وضعیت مکتب شاگردار یک مقدار توضیح بدین، وضعیت در چه قسمی هستند؟ در پشتو بگوین بهتر هستند، در فارسی بگوین. بسم الله الرحمن الرحیم. اول قدم که خو محترم اخلاصی صاحب تاسو ته خیر اخلاص وای، مننه. مولا تاسو مننه کو چه تاسو دموږ مکتب کو کار کی، یعنی د دې په تعمیر کې لمک سره کومک او همکاري کوم. دا ویډیوګان دلته جوړوي، راځي لږ جاورش کوي خاک افغان ته، بیا ویډیو جوړوي، بیا مسافر ورونو ته ورلګي، هغه لمک سره کومک کوي. د مسافر ورونو مشکل موږ منندوی، مننه ځینې کوو له تاسې، منندوی چې تاسې زموږ په مکتب کې همکاري کومک کوي. خدای پاک تاسو ته خیر درکړي. زموږ د مکتب کارونه تقریبا اوس پیلن یو دوه متره، یو نیم متر، دوه متر قدر دا جګ شوي دي. نو انشاءالله په آینده کې به دا کار نور هم سیاه کېږي. موږ مشکلات د پیسو د کمبود دي چې کومکونه داسې وي، که کومکونه اوسي انشاءالله په میاشت په دوه میاشت کې انشاءالله الله به هم زر خلاص شي. په خاطر د دې باندې چې پیسې کومکونه کم شوي دي، اضافه نه دي شوي. نو موږ کومکو ته ضرورت لرو چې موږ وایي چې له موږ سره کومک اوسي. او دا غده موږ بچان یو درس او تعلیم زده کې سپاینده کې، بیا یو ډاکټر یو انجینر دین جوړسي، یو بل مسلمان ته درس وایي. نو موږ وایي اوس د موږ برزانس دی، یا خارج پاکستان ته روان دي، یا ایران ته روان دي، یا هند ته روان دي. موږ غواړو چې دغه بچانو باندې درس وایو چې دا د خارج رامن نیسي او په خپل کور کې تداوی ورته وسي. نو موږ د تاسې ډېر خوشحاله یو چې تاسې له موږ سره کومک او همکاري کوئ. له هغو دوستانو مسافرینو موږ ډېر خوشحاله یو که هغه زموږ برادران ازرا دي، او که پښتانه دي، که ازبک دي، که تازک دي، که ترکمن دي، که هر مسلمان ده، افغان ده، موږ ورور چې موږ سره کومک کوي، همکاري کوي. موږ ډېر خوشحاله یو په دغه مکتب کې چې ازاره موږ سره کومک کړی ده، یعنی موږ ډېر ځینې راضي یو. کېدای شي پښتنو دومره کومک نه وي کړی لکه ازاره ورونو کړی ده. بیا موږ په پښتنو ورونو باندې غږ کوو چې یو ازاره ورون له موږ سره کومک کوي، او له موږ سره یو دوستي پالي، برادري راسره جوړوي. تاسو مې کومک او همکاري وکړئ،
لکه دیسی راضی په خاک افغان کې کومک کوي تاسو باید ورسی په سنگ ماشه کې کومک وکړي په جاغوري کې وکړي په دمرده او په انګوري په دا ځایو کې تاسو کومک وکړي نو موږ هیله او توقع له وروڼو څخه دا ده چې دی یو بل ته لاس سر ورکړي یوازې په ما باندې دا مکتب نه جوړیږي که له ما سره یو څوک کومک وکړي ما ځکه ورته وقف کړې ده زمین مې ورته وقف کړې ده او دی پیسې راکړي چې موږ مکتب ورته جوړ کړو کومک راسره وکړي که 100 روپۍ وي که 50 روپۍ وي نو په هغو مسافرونو باندې زه غږ کوم چې له موږ سره کومک همکاري وکړي انشاءالله او تاسو چې موږ منندوی چې تاسې راځي هر وخت خاکي افغان ته له موږ سره کومک همکاري کوي ډېره مننه درڅخه سلامت اوسئ مننه یوه دنیا مدیر صاحب یکی از عزیزایی که ویدیوی ما را دید صدها نفر هزاران نفر دیدن منتها محمد شریف نبیزاده از آلمان ایشان 200 یورو کمک کرده 100 یورویش او زمان صرف خوب بوده 7650 برای بند اورزگان است بند پیک و 100 یورویش برای مکتب خاک افغان هستند 6650 یعنی 6650 را شما یک بار حساب کنید که پورا هستن نیستن از محترم محمد شریف نبیزاده از آلمان یک دنیا سپاس درسته؟ خب تشکر ای بود مننه کو محمد شریف نبیزاده محمد شریف نبیزاده شپ همون مننه کو چې موږ به د بچانو خیال وسرسته خدای پاک دې ته اجر عظیم ورکړي چې موږ مکتب او موږ د ولسوالۍ د بچانو د دې خیال وسرسته چې مکتب وای درس وای نو دا به سو بدل کړي خدای پاک دې ته جنت فردوس ورکړي او موږ له بعضې مسایلو سره نور مسافرین دي باید له موږ سره کومک وکړي همکاري وکړي لکه دغه برادر محمد شریف نبیزاده چې کومک وکړو داسې باید دی چې موږ هیله درته وکړو د دې له موږ سره کومک او همکاري وکړي چې زموږ د بچیانو مکتب ورسیږي نو انشاءالله که خدای کول بیا موږ اړتیا پیدا نه کړي چې بل کشور ته مریضان ویسو یا په بل کشور کې موږ درس او تعلیم وکړو په خپل کور کې به کوو په خپل وطن کې به کوو تشکر زنده باشین این حواله دوم است که از طرف محترم برادر بسیار بزرگوار ما واریس از استرالیا مبلغ 13570 افغانی 13570 افغانی را این را اگرچه ایشان بسیار شوق زیر داشتن که بچه های اونجا را برایش لباس خریده شده و برایش کفش خریداری شده ولی از اون بچه ها اگر پرسان کنه مثل که آقای سروری صاحب برای از اونا کفش گرفته کفش خریده نیاز اول فعلا میه که به امید خدا ساختمان از اونجور شده ساختمان از اونجور بعد از کفش آره بعد از فعلا کفش از اونا مشکلش حل شد آره هنشت سروری صاحب تدی خدای پر خیر بر که برای از اون کفش خریده تقریبا 40-45 جوره کفش خریده جوره کفش خریده یعنی 13500 افتادم در خدمت شما هستن یس که بودی از طرف واریس از محمد واریس در طرف محمد واریس در خیر بر که سنموک سرای کومک دی مکتب باره که بکو مکتب برو قوایو خدای پاک دی ده تا اجر عظیم بر که هم به دی دنیا هم به آقا دنیا مندی خدای پاک دی خیر بر که سنموک سر دی مکتب بچان خیال و سرستن او دی مکتب مکتب خیال و سرستن یعنی موږ مننه زنه کو خوشاله اوسئ خدای پاک خیر دوستا انشاءالله آقای سروری صاحب در استرالیا تلاش میکنه 100% دیگه آقای سفری صاحب هم انشاءالله تلاش میکنه اصحاب رسانه جاغوری کلن فرق نمیکنه برای اصحاب رسانه جاغوری که این مکتب در کجا هستن در میار جای افغانستان که باشد این وظیفه ایمانی و وجدانی دوستای ما هستن محمود که جاغوری فضل خدا بچه هایش باسواد شده میخواهی که امسای ما هم بچه هایش همه قسمی باسواد شده خیلی خوشحال است از مردم های از راکی هسته و خیلی خوشحال است ما فکر میکنم که اینجا دائمی مکتب که هسته یک نفر برادر پشتون کمک کده دیگه هیچ کسی به کمک مکتب یک نفر کمک کده یک نفر پشتون کمک کده خب به اسم عبدالجبار بغلانی هسته خب دائمی مکتب کمک کده دیگه همی مکتب را که کمک کده کورش برادر از راست خو ما از پشتنم میخواهیم که در با که برادر از راست در ما کمک کنه شما برای از ما مکتب از ما کمک کنه خو
که دیگه مکتب از ما جور شنه که مردم از ما با سواد شنه خوب؟ بخیر دیگه باور کن که دوستای برادرای افغان ما پول و پیسیش دارایش خیلی زیاد است. در دبی اینا همی دو نفر سه نفر تاجرای برادرای افغان ما از دبی که امیر کمک بکنه یعنی ساختمانش هم جور میشه آین چادر هم میشه چادر میشه خب من بخاطر از بودیم با پشتنو با نزا غک کنم سی برادر اون سلمو کسر ازار اون کمک کنی هر وقت سدی رازی دمک سر کمک کنی که سل دالری که پینزو سی که پینزو سر دالری دمک لمکتب سر کمک کنی موزو پی غو پشتنو اون با نزا غک کنم سی تاسیم باید یو سو کمک رسر او کیم کاریو کی دست نس پختان پیسی نداری دنیا ماشاءالله داری تجاران دی خس اخوانو پا خارج کلاری خی پیسی لري تجارت کوي نو د دې په یو 500 ډالر باندې 1000 ډالر باندې کله ته دې سرمایه کمیږي خو د موږ دې بچو آینده به ان شاء الله اسه جوړ سي آینده لپاره به تعلیم وکي هغه دې په خیر دي د موږ تعلیم سره زکه تعلیم وکم د تا په ګټه باندې ما ته په ګټه ده خو تا ته په ګټه ده نو دې باندې څه بل اپو شو لکنزا ول دوه رحمن یو ښه یو ادم ته به احترام درم یو قدر دانی به کوم دا کا او که تعلیم دي اس یو چوپان بیا به چای احترام زوکم بالکل زال پښتونور نو غواړم اسلام سره کومک هم کارو کی سیار سمه تجاران دی په خارج کې دی که په داخل کې دی دغه مکتب به برک اسلام سره کومک هم کارو کی خاصه سم اول تا او بیا تا ټول هم کارانو مننه کوم خیر سلامت اوسې مننه یو دن زابل ولایت خاکه په اوسه دی کی سلام تا ډیر کوششونه کړې دي په دوستي د ورته جوړ کړو السلام علیکم مکتب روجرا کې د کارونو ورته کړې دي مکتب دوستي مکتب دوستي د مسجد روجرا مسجد ابو بکر صدیق نو په ولسوالۍ خاکیابخان مرکز خاکیابخان سي ولایت مربوط دی ولایت زابل ده په دغه کې د کار شروع کړی ده موږ له تاسو ډېر شکرګزاره یو سلام خیر درکې یوه دنیا مننه نو له دا کوم مسافر ورونو چې کومک کړی ده که چا کړی ده او کېنه ده کړی ده ټولو چې منندویه یو الله دې نه خوروي خدای دې خیر ورکړي له موږ سره یې همکاري کړې ده جګرخونی یې کړې ده راسره هم شریکي یې راسره کړې ده یقینا باورو که هغه اخلاصي صاحب دغه زموږ علاقه دا ډېر وخت خدای تاسو په ویډیوګانو کې وینم عبدالنبي میږه میگه ما که از طرف پاتو بیرویم از طرف مجرک و زابل بیرویم طرف جاغوری میسته که در خارج بیرویم باورت میشه همین مردمی که تعلیم هم نکده باشه همین که نزدیکه هزاره برادره هزاره باشه بالاخره میسته که تعلیم کده باشه کم زرمی رفت عملشی قد مردم و قد بچه کم زره خوبتر هستن به خاطر که نزدیکای هزاره برادرای هزاره هستن چه تعلیم کده باشه چه نکده باشه تاثیر کده نه؟ تاثیر رو بگیم بله ولی چیزی که هسته ای که باز تعلیم هم بکنه یا مثل که مکتب جور کدی در تجاوری که جور کده باشه یا مثلا در جاهای دیگه که داره تو باور میکنی که بالاخره همی 24 سال که ما میبینیم چه دولتا چه کمکایی که آمده در ولسوالی خاک افغان بالاخره 10,000 افغانی کمک برای مکتب نشده و یک در مکتب هم سخته نشده بله ای که 24 ساعت همی از او پیش که در جاییم که نبودن خود طرف جغوری بودن همی 24 سال که همی مردمی ولایت زابل و ولسوالی خاک افغان که همی مردمی که کلان شده در 24 سال چقدر مردم کلان شده هیچ کدومیشی هیچی نمیفهمه اسم خود خود نمیتونه بنویسن یکی ده درصد یعنی 5% نمیتونن با سواد هستن هیچ کدومیشی سواد نداره خدا شما را خیر بده و خیلی شما راضی هستیم تشکر خیلی کارای خوبی کردی بعضم از شما توقع داریم چی از شما باشی چی برادرای خارجی باشه افغان باشه هزاره باشه ترکمن باشه تاجیک باشه هر کی که باشه ما ارزو داریم که کل مردم دست همدیگر را بگیرن کمک کنن برای ما مکتب می جور میکنه پول جور مردم ما ایتر نیست که مثلا تنها اولا خب کل مردم افغانستان که هر جای باشه اونا خبر داره که مردم افغانستان هیچ کدومیش سیر نیستن بله بله باورت میشه آقای اخلاصی سبامی پیسه ای که شما در این مکتبا و در این پولا و در این چه منطقه میاریم تقسیم میکنیم مردم این ترکیسه میکنیم مثل که خواب میبینن بله بله
مثل دیدن خبری مردم هم اینجا خودشون از گشنگی میمارن. وقتی که اونا خودشون از گشنگی میمارن مردم خارجان باید این فکر نبکنن که مثلا این مردم خاک افغان یا مردم جغوری چرا کمکش نمیکنن. اینا مردم جغوری و خاک افغان دستش نمیرسه، زورش بالا نیستن. ای که خارجی ای قرار جور نکنن، ای قرار تصمیمش نگیرن، مردم افغانستان هر جایی که باشه مثلا در صد نفر چی پنج نفر سیر باشه، پیسه دار باشه دیگه، اون این قدر پیسه نداره که مثلا اونا از خودشون اضافه باشه. مدیر صاحب خدا جنت پیردوس مدیر صاحب را بیده، مدیر صاحب بالاخره سی چار جریب زمین نداره. سی چار جریب زمین نداره، علی اندازتان یک جریب زمین برای بخاطر مکتب خاک افغان وقف کرده، شمی کار جور شده. ای خدا خیرش بده کرد، ای که کوشش کرد این قدر حد چیزش بود. تشکر، زنده باشین. تشکر خیلی از شما راضی هستیم.